مریض ها مرسل به مسابه یک آوازخان پرتحرک و برازنده و تنوع گرا در موسیقی افغانستان که به حرکات منحصر به فرد در آن زمان بیننده و شنونده را بیشتر به عمق و پهنای شعر و آهنگ آشنا می ساخت. او کارهای هنریش را در رادیو تلویزیون افغانستان در سال 1357 خورشیدی آغاز نمود و اولین آهنگ او محو روی جانانم نام داشت که در وقت و زمانش گل کرد و علاقمندانی فراوانی داشت. او که آهنگ‌های تصویریش در جامعه سنتی افغانستان غوغا برپا کرده بود و هر گوش و زبانی در مورد متفاوت بودن و تابو شکنی و حرفهایی به میان می آورد، در یک دو سال و دو ماه فعالیت هنریش در رادیو تلویزیون افغانستان 36 آهنگ ضبط کرد که اکثر آهنگ‌های او از ساخته های استاد خیال، نیساز و استاد شادکام بوده است. پریسا مرسل با عمر شکیب از هنرمندان دیگر وقت افغانستان که از هم عصر پریسا مرسل بود ازدواج نموده که با پریسا مرسل آهنگ های دوگانه نیز دارد. پریسا مرسل در سال 1959 میلادی افغانستان را به مقصد مهاجرت بنابر جنگ ها ترک نموده و به امریکا مهاجر شد. البته باید یادآور شد که پریسا مرسل از نخستین هنرمندان آن زمان بود که با احمد ولی و چند تن دیگر از هنرمندان افغانستان سرزمینشان را ترک نمودند. او روی آوردنش را به موسیقی علاقه کودکی و فامیل هنر دوست می داند که پدرش هم به موسیقی دسترسی داشته و گاهگاهی آواز می خوانده است و در کارهای موسیقیش بیشتر از استاد خیال، غلام حیدر نیساز، استاد شادکام، استاد ترنم، ببرک ویسا و ساحر اراتی و همسرش عمر شکیب کمپوز گرفته و همکاری داشته است. پریسا مرسل همچنان با احمد مرید و تیمورشای صدوزی آهنگ های دوگانه نیز داشته است. از جمله مشهورترین آهنگ های آن زمان پریسا مرسل می شود از آهنگ های لیلی و چلچراغ نام برد. پریسا مرسل بعد از مهاجرت در آمریکا با فعالیت موسیقیش همچنان ادامه داده و چندین آلبوم تقدیم علاقمندان صدایش نموده است و چندین کنسرت هم برای افغانهای مقیم آمریکا برگزار نموده است. اما این روزها کمتر شاهد کارهای اونریو هستیم. او بیشتر مشغول سپری نمودن اوقات زندگیش با اعضای خانوادهش است. پریسا مرسل و تازگی با نشر تصاویر عمر شکیب همسرش و سجاد و رامین دو فرزندش که سجاد حالا 40 سال و رامین 31 سال دارد اعضای خانواده‌اش را به معرفی گرفته است.